سه امتیاز سخت در دقیقه 95. پیشبازی بارسلونا اوساسونا، ترکیب احتمالی و نکات آماری. تاریخ اولین بازی صلاح برای الاتحاد مشخص شد. افشا شد داوری ها در لالیگا بی‌طرفانه نبود. رونالدو همزمان آقای گل و پاس گل شد. با اختلاف رئال شانس اول قهرمانی لالیگا، بالاتر از بارسا و اتلتیکو. برد بیرحمانه سیتی، سرنشینی آغاز شد. منچستر سیتی در بازی هفته چهارم لیگ برتر انگلیس با نتیجه 5-1 موفق به شکست فولام شد. تیم های منچستر سیتی و فولام بعد از ظهر روز گذشته در بازی هفته چهارم لیگ برتر انگلیس به میزبانی ورزشگاه اتحاد به مسافه هم رفته بودند. دومین باخت پوچیتینو، مثل فصل پیش بازی می کنند. چلسی در هفته چهارم لیگ برتر در خانه خود مقابل ناتینگهام فارست با نتیجه 1-0 شکست خورد. چلسی که بعد از یک تساوی و یک باخت در دو هفته ابتدایی لیگ برتر در هفته گذشته موفق شد لوتون تاون را شکست بدهد، امروز در خانه خود مقابل ناتینگهام فارست شکست خورد. تیم مهمان با تکل آنتونی آلانگا، خرید جدیدشان از منچستر یونایتد، به پیروزی رسیدند. پیام تاتنهام به هری کین، جایت خالی نیست. تاتنهام در شب درخشش سون گیون مین در هفته چهارم لیگ برتر انگلیس با نتیجه 5-2 از صد برونلی گذشت. تاتنهام در بازی هفته چهارم لیگ برتر انگلیس عصر روز گذشته مهمان تیم برونلی بود و به برتری پرگل 5-2 دست پیدا کرد. گلادباخ 1 بایرن 2، ژوکر توخل را نجات داد. بایرن مونیخ در خانه بروسیا مونشنگلادباخ با نتیجه 2-1 برنده شد و به سومین برد متوالی فصل دست پیدا کرد. نیمه اولین دیدار که توسط دو تیم با پاسکاری های متعدد و با یک جریان سرگرم کننده دنبال می شد با برتری میزبان به پایان رسید. در نیمه دوم اما بایرن مونیخ فرق را برگرداند. در دقیقه 57 لوریسون موفق شد گل تساوی را به ثمر برساند. این نتیجه تا دقایق 87 ادامه داشت و ماتیاس تل موفق شد گل دوم بایرن را در این دقایق به ثمر برساند. رونالدو همزمان آقای گل و پاس گل شد. رونالدو با 6 گل و 4 پاس گل در صدر جدول گلزنان و پاسورهای لیگ عربستان قرار گرفت. آل نصر موفق شد در هفته پنجم رقابت های لیگ یک عربستان برابر الحزم با نتیجه 5-1 به برتری برسد و خود را به رده ششم رساند. کریستیانو رونالدو که پیش از بازی با دریافت جایزه بهترین بازیکن ماه لیگ عربستان انگیزه زیادی برای درخشش در دیدار امروز یافته بود، باز هم درخشان ظاهر شد و با 1 گل زده و 2 پاس گل بهترین بازیکن زمین بود. کریستیانو رونالدو اکنون با 6 گل و 4 پاس گل در صدر بهترین گلزنان و پاسورهای لیگ عربستان قرار دارد و در 38 سالگی همچنان می درخشد. سه امتیاز سخت در دقیقه 95. رئال 2 خطافه 1. لالیگای بلینگام. رئال مادرید در خانه خود سانتیاگو برنابئو در حالی که تا دقیقه 95 به تساوی رسیده بود با گل لحظه آخری جود بلینگام 2-1 پیروز شد. رئال هر سه بازی خود در سه هفته اولی لالیگا را با پیروزی پشت سر گذاشته و تا پیش از بازی امروز مقابل خطافه صدرنشین لالیگا بود. شاگردان آنچلوتی با بدشانسی و دو بار لرزاندن تیر دروازه خطافه در نهایت با گلی که مایورال برای مهمان به ثمر رساند و گل خوسلو برای رئال در حال رضایت دادن به تساوی بودند که با گل دقیقه 95 جود بلینگام به پیروزی رسیدند. شاگردان آنچلوتی برای اولین بار در طول فصل در ورزشگاه خانگیشان برنابئو با مسافه خطافه رفتند و امیدوار بودند با حمایت تماشاچیان بتوانند چهارمین پیروزی پایاپای خود را به دست بیاورند. افشا شد داوری ها در لالیگا بی‌طرفانه نبود. افشاگری جدید در پرونده نگریران. الموندو با اسناد دست یافته که نشان می‌دهد گارد مدنی اسپانیا در گزارش خود به دادگاه رسیدگی کننده به پرونده نگریران مشخص کرده که داوری‌ها در دورانی او بی‌طرفانه نبوده است. در بحبوهای پرونده روبیالس اخبار جدید در مورد پرونده نگریرا ظاهر شد. همانطور که الموندو فاش کرده، گارد مدنی اسپانیا گزارش درخواست شده توسط دادگاه رسیدگی کننده به پرونده را تکمیل کرده و به این نتیجه رسیده است که تحت مدیریت ویکتور سانچز آرمنیو و دست راستی خوزه ماریو اندریکس نگریرا در کمیته فنی داوران سیتی اتفاق غیر معمول رخ داده و تصمیماتش در برخی موارد بی‌طرفانه نبوده است. لازم به ذکر است که نگریرا در انتخاب داوران بازی‌های لالیگا نقش اول را داشت.
در این گزارش بر میزان نفوذ که نگری را در هیئت داوران اسپانیا داشت مطابق با آنچه که عملاً ادعا شده بود تاکید کرده است. همچنین گارد مدنی گزارش ها مبنی بر پرداخت مستقیم بیش از 8 میلیون یورو توسط بارسا به نگری را کاملا نادرست میداند. تحقیقات در این زمینه ادامه دارد، در حالی که اخیراً یوفا اعلام کرد در مورد تعیین تکلیف بارسلونا در رقابت های اروپایی تا زمان تصمیم گیری نهادهای اسپانیایی صبر خواهد کرد. بالاتر از موسیلا و گاوی، طبق دای مارکا جود بلینگام امسال برنده جایزه پسر طلای 2023 خواهد شد. جود بلینگام در حال حاضر ردبندی جایزه پسر طلای 2023 که در آن جام جهانی 2022 نیست فاکتور مهم مصر را رهبری می کند. ستاره انگلیسی جدید رئال مادرید در نتیجه درخشش فوق‌العاده اش در لالیگا به رتبه اول صعود کرده است. در واقع ارزش او در حال حاضر به 152 میلیون یورو می رسد. طبق دای مارکا بلینگام حالا به شانس اولی برنده شدن جایزه پسر طلایی که توسط توتو اسپورت اهدا می شود تبدیل شده است. جمال موسیلا از بایرن بالاتر از آنتونیو سیلوا، گاوی و ژاوی سیمونز در رده دوم قرار دارند. بازیکن بایرن با ارزش 149 میلیون یورو در رتبه دوم قرار گرفت و گاوی با ارزش 140 میلیون یورویی در رده سوم قرار گرفته است. آنها به همراه هافبک رئال مادرید 5 نفری هستند که بیشترین شانس را برای رسیدن به جایزه دارند. تاریخ اولین بازی صلاح برای الاتحاد مشخص شد. روزنامه مشهور عربستان کماکان روی پیوستن صلاح به الاتحاد تاکید دارد. روزنامه عربستانی یکاز همچنان تاکید دارد که منابع خصوصی به آنها گفتند که محمد صلاح مهاجم لیورپول با هواپیمای شخصی از لندن به سمت جده سفر میکند. این روزنامه معتقد است که پیوستنی و بجمع بازیکنان الاتحاد پس از مذاکرات ماراتون گونه ای که یک ماه بعد طول انجامید محقق خواهد شد. در متن خبر که موندو دیپورتیو با نقل از یکاز کار کرده آمده که اولین حضور ستاره تاریخ ساز لیورپول در تیم الاتحاد روز جمعه 24 شهریور در نجران برابر تیم الخدود خواهد بود. بلینگام نقش اول فیلم سینمایی رئال مادرید. جود بلینگام که تنها چند هفته از پیوستنش برای آل مادرید میگذرد بار دیگر برای این تیم گل تعیین کننده به ثمر رساند تا 3 امتیاز را برای تیمش به دست بیاورد. حتی در هیجان انگیزترین فیلم های هالیوودی هم نمیتوان تغییر اینقدر سریع و ناگهانی در روند فیلم دید که بعد از ورود جود بلینگام برای آل مادرید در فیلم رئال شاهدش بودیم. 4 گل در 3 بازی، بهترین بازیکن ماه آگست لالیگا و تبدیل شدن به محبوب هواداران از اولین دقیقه حضور در باشگاه. رئال مادرید که البته در اختیار داشتن بهترین های تاریخ فوتبال و نوشتن بهترین داستان های این ورزش عادت دارد، امشب یک داستان فرعی درخشان را به نگارش درآورد. همانطور که حدس میزنید نقش اولین داستان کسی نبود جز جود بلینگام که در آخرین ثانیه های دیوار دفاعی مستحکم خطافه را فرو ریخت تا حتی تیر دروازه که 2 بار به کمک این تیم آمده بود هم نتواند رئال را از رسیدن به گل پیروزی باز دارد. بله، حالا بدون ترس میتوان فریاد زد که این ستاره انگلیسی نقش اول فیلم سینمایی رئال مادرید هست. با اختلاف رئال شانس اول قهرمانی لالیگا بالاتر از بارسا و اتلتیکو. برای رئال مادرید فصل جاری شانس بسیار بیشتر در راه کسب عنوان قهرمانی لالیگا در نظر گرفته شده است. لالیگا به هفته 4 خود رسیده و امروز رئال مادرید در برنابه میزبان خطافه بود که توانست این تیم را 2-1 شکست دهد. بارسا نیز فردا مهمان اوساسونا خواهد بود. رئال بهترین شروع را داشته و با 4 برد متوالی سرنشین است. اتلتیکو و بارسا نیز با 2 برد و 1 مساوی و 7 امتیاز رئال را تعقیب می‌کنند. این سه تیم مهمان ناخوانده منام خیرونا نیز در جمع خود دارند که توانسته 7 امتیاز بگیرند. با وجود این که رئال مادرید در بازار نقل و انتقالات یک مهاجم شماره 9 به جای کریم بنزما جذب نکرد، ولی طبق پیشبینی اپتا این تیم شانس اول قهرمانی لالیگا است. برای رئال شانس بسیار بالای 75.7% در نظر گرفته شده، در حالی که بارسا مدافع عنوان قهرمانی 18.1% شانس برای قهرمانی دارد. برای اتلتیکو نیز 8.6% شانس قهرمانی در نظر گرفته شده است. این سه تیم در لیگ قهرمانان نیز قرعه مناسب دارند. در میان تیم‌های اسپانیایی حاضر در لیگ قهرمانان نیز شانس رئال مادرید بیشتر از بارسلونا، اتلتیکو سویا و سوسیداد هست. پیشبازی بارسلونا اوساسونا، ترکیب احتمالی و نکات آماری. بارسلونا در چارچوب بازی‌های هفته 4 فصل 2023-24 لالیگا امشب مهمان اوساسونا هست. ترکیب احتمالی بارسلونا 1-3-2-4. ترشتگن، روبرتو، کنده، کریستنسن، بالده، دیونگ، رومیو، گاوی، گندگان، یامال و دواندوفسکی. غایبان بارسلونا و اوساسونا. از اوساسونا دارکو پاراسوناک مصدوم هست و از بارسلونا رونالدو آراخو و پدری مصدوم هستند. ژاوی در نشست خبری خود گفت که از عملکرد بارسلونا در نقل و انتقالات کاملا راضی هستم. تقابل‌های اخیر اوساسونا و بارسلونا در لالیگا.
چنانچه در تصویر میبینید بارسلونا 4 بازی اخیر خود را پیروز شده است و یک بار هم با نتیجه 2-2 مساوی شده است. نکات آماری: بارسلونا در 6 بازی اخیر خود شکست نخورده است. بارسلونا در 9 دور از 10 تقابل خارج از خانه اخیر خود با اوساسونا در هر بازی حداقل 2 گل زده است. بارسلونا در 5 بازی از 6 تقابل اخیر خود با اوساسونا پیروز شده است. پیش بینی یاهو اسکورد: اوساسونا 1 بارسلونا 3. و پیش بینی شما چه خواهد بود؟ نظرت خود را در بخش کامنت ها با ما شریک سازید.